باید فرهنگ سازی بشه عزیزان. من اعتراض دارم. آدم نگاه میکنه بعضیا انقدر از خود راضی و از خود متشکر که از دستشویی میان بیرون دستشون خیسه، یه آشنایی کسی رو میبینن حالا تو اداره ای جایی بدونی که رعایت کنه، میبینی دستت خیسه، با دست خیس با اعتماد به نفس میگه چطور احمد آقا، خب بابا دستت خیسه چرا دست میدید؟ و حالا ما هم بعضیا طرف برام مهمه برامون روی رو دروازی و چندش دست میدیم، بعد میدیم وای چه خیس دستش، بعد دستش میکشیم میمالیم خوش نمیشه، یعنی دست اون با دست ما خوش میشه، دست ما دیگه خوش نمیشه. نمیدونم چه مدل خیسی هست که خوش نمیشه اصلا، هی میمالی میگه خب خوش، بعد اعلای انگشتا باز خیسه، اون خوش رفته دیگه، واسه اون دیگه خشکه، اما تو خیسی، حالا خیسی. این رو باز میشه آدم روی حساب احترام رو در واسه چندش ده. اما خواهش یک دوستانه بهتون میگم، اینا تحقیقاتیه که بعدن شاید هیچ وقت دیگه به نتیجه نرسید. بر حذر باشید و بترسید از کسی که با دستهای خیس از دستشویی میاد بیرون و در زمره همون انسانهای خودخواه قرار میگیره و با هیجانی داره میاد سمت شما که دست بده، اما همچنان که داره میاد با دست خیس دست بده تو راه مسیر داره بو میکنه دستشو، این خودش نمیدونه چه غلطی کرده که هی بو میکنه. اینا رو محل حادثه رو فرار کنید، یعنی برید که بعد به مشکلاتی میخورید که من نمیدونم براتون چه جبران کنم. خصوصیات بارز ایرانی ها چند تا شما براتون مثال میزنم. یکی این که اکثر ایرانی ها ناراضی هن. حتی اونایی که بعضشون توپه از همه چی ناراضی هن. میگه آقا تو دیگه چرا؟ میگه من. میگه آقا تو که؟ میگه من. و از عالی همه چی ناراضی. دو، نگاه میکنی در همه امور فوق تخصص کارشناس، اقتصادی، سیاسی، پزشکی، بهداشتی، الان همه دارن میگن حق بهداد سلیمی رو خوردن. چی؟ پس به این چیزا نیست. گاهی اوقات یه مقدار میکروبم لازمه. اینکه ما رعایت همو بکنیم خوبه. من تو مترو نشسته بودم، مثل شماها که گاهی مترو واجب میشه گاهی اوقات نمیرسیم، مترو نشسته بودم دیدیم بعضی وقتا کابینای مترو دیگه زن و مرد قاطیه، به چه شلوغی اصلا، ببین صورت تو صورت، نفس تو نفس. یهو دیدم یه آقای گردن کلوفتی صدا رو انداخت تو گلو، خانم آقایون، گفتم لابو تروریستیه اصلا، من کپ کردم. یهو گفت 7 تا شورت نانو فقط 2 تومن. من دندونام ریخت، گفتم حالا چرا نانو؟ اصلا نانو جلو بورو میگیره، عرق سوز می. بعد تو بی وجدان 7 تا 2 تومن تو از پای مردم هم خف کرده باشی در آورده باشی، بازم 2 تومن نمیشه. چه از کجا آوردی که 7 تاشو تو هم نانو داری 2 تومن میدی؟ بازم باشه و عزت بردید، خواهش میکنم به افتخار باباهای گلتون یه دست باشه. باباها، به افتخار و سلامتی باباهای پولدار و ثروتمند. اشکالی نداره، میدونم همه فقیرید، اما به افتخار و سلامتی باباهای پولدار و ثروتمند که اگر به پول و ثروت و رفاه رسیدن و برای خانواده امکانات آوردن، جوانیشون رو وسط گذاشتن و قید خیلی از خوشیها رو زدن تا خانواده در رفاه باشن. به افتخار و سلامتی باباهای بی پول دستمال کاغذی همون هم در نمیاد، اینجا بذارم، اینجا میذارم، همون جایی که پنبه الکلی میمالم میذارم. به افتخار سلامتی باباهای ندار، باباهای فقیر، الحمدلله طبقه بالا و پایین کل سالن زیر خط فقر زندگی می کنن.
اسم بابای بی پول آوردم شلاقی دست زدید. من نگاتون میکردم، اصلا میدیدم چی میگفتی. هر کی میگه بابا منو میگه، بابا من. به افتخار و سلامتی اون بابای بی پولی که پسرشو دید سیگار میکشه، گفت پسرم یک بار دیگه سیگار دستت ببینم از ارث محرومت میکنم. پسر بی حیاشم گفت بابا جان شما اگر ارث میداشتی ما سیگاری نمیشدیم که. بریم سراغ موسیقی. اما عزیزان من، داشتم براتون میگم، من عاشق مردهایی هستم که نجابت دارن، اصالت دارن. عاشق اون مردی هستم که خوشتیپه، خوشگل، با وقار، جذبه داره. 500-600 تا دختر حاضرن باش ازدواج کنن، اما انقدر نجیبه که با 5-6 تاشون بیشتر دوست نمیشه. در زندگی خانم ها دو عبارت هست که خانم ها رو از خود بی خود میکنه. یکی عبارت دوست دارم و دومی 70% تخفیف. یعنی وقتی این عبارت رو شیشه یه مغازه میبینه انگار که جادو شده، بی‌محابا میره واسه خرید. یکی نیست بگی اینجا تسمه پروانه میفروشن. واسه چی میفروشن؟ واسه چی اینو گفتم؟ اینو گفتم که براتون داستان کوتاه و غم‌انگیز تعریف کنم. خیلی خندیدین، خوشتون اومد نه؟ حالا موقعشه که گریه کنید. روی تخت بیمارستان دخترک در حالی که رنگ شما نگاه میکنیم، بالاترین میزان صدقه رو در دنیا ما میدیم، بیشترین میزان تصادفات هم ما داریم. حالا یا پولایی درستی نیست و صندوقا خراب شد، من نمیدونم. حالا صدقه دادنمون جالبه، میخوایم صدقه بدیم ته کیفمون، ته جیبمون دنبال کمترین پول میگردی ریز، بعد پیداشیم یه هزاری پاره، بعد پولرم میخوایم بدیم، تا میدیم سری به آخدا نگاه میکنه، خدایی دیدی که این هزاری رو دادم، اون 100 میلیون رو ردیف کن دیگه جور بشه. معاملمون با خدا اینجوری. اما خداوند تو معامله کردن با ما سبک شبیه ما انسان ها نیست. بالاخره ارحم و راحمین، بخشنده ترین بخشنده هاست. هر چقدر ما کم میذاریم اون برای ما زیاد میذاره. برای خدایی که اینقدر دوستمون ده، کسی یه دعای قشنگی میکرد، دوست بزرگواری حاج آقا جلال دوست من، میگفت که خدایا ما رو به کم خودت ببخش. من میگفتم حاج آقا این چه دعاییه؟ میگفت که کم خدا خیلی ما آدم هاست. برای خدایی که ما رو انقدر دوست داره و حمایتمون میکنه دست قشنگی بزنه. من بدبخت پیر پسر شدم، هیچکی زنم نمیشه. آیا شما عزیزان در من ایرادی میبینید؟ خودت کچلی، من هنوز امیدی به هم هست. روش های جدیدی برای مو اومده، چند تا دارو رو با هم دکترها قاطی میکنن، توف میزنن، میزن رو سر خودش، مادر میاد. یه داروی من مصرف کردم، دکتری به من داد، خدا خیرش بده ازش نگذره. من خوردم، موهای گوشام در اومد، شبیه گربه ها شدم. من خواهش میکنم، میدونید من تنها نیست، آقایون دنبال موان. 70% عمر خانوم هام صرف این میشه که دنبال دکتر خوب بگردن برای اینکه جوون بشن. نمیدونم علت چیه. قانون 21 نیوتن میگه که عشق و علاقه مرد نسبت به زن نه کم میشه و نه از بین میره، بلکه از زنی به زن دیگه منتقل میشه. من دلم برای آقایون میسوزه، مردها موجودات بیچاره ای هستن. یوتیوب، از این بعد شما میتونید در سایت یوتیوب ویدیوهای کامل من رو با کیفیت عالی و طبقه بندی شده، آرشیو شده، در کانال رسمی خودم یعنی حسن آندرلاین ریوندی ببینید. بیاد در سایت یوتیوب و کانال رسمی حسن های ریوندی و کچل های ریوندی، منتظر شما هستم.